تاکتیک چجوری به دست میاد؟ روش جنگیدن میشه تاکتیک دیگه. هر کسی با یه روشی، مثلا اگه خاطرتون باشه یه روز که جناب سرهنگ بیتگولی داشتن صحبت میکردن، میگفتن ما مثلا موشک سام میومد این کارو میکرد، اینجوری میگشتیم. بله، آمریکایی‌ها اینو به ما یاد داده بودن. این روشی بود که در جنگ ویتنام به کار میبردن، خودشون کشف کردن. اگر وقتی که میگه موشک به طرفت میاد، وقتی که چراغ لانچ میسل لانچ روشن شد، شما لو کردید، نگاه کن اول ببین از کجا میاد موشک. میگه لو کردید، یعنی به اندازه یک کیوسک تلفن آتش شرکت میکنه طرف بالا. دن برکانید، بعد از اون بشکه برو به طرفش. ولی ایشون چیزی که میگفتن این تاکتیک قدیم، ولی ما خودمون کشف کردیم در این جنگ تاکتیک خیلی راحت تری پیدا کردیم که اصلا نمیخورد. ما یکی از بچه‌هامون همین تاکتیک رو به کار برد، همین تاکتیک آمریکایی‌ها رو. خب یکی از بچه‌هامون تیمسار احمدخانی، با خدا رحمتش کنه، ترابی با هم بودن در یک پروازی، ایشون موشک که می‌بینه همینطوری طبق این فرمول لو کردید برکانید، بریک می‌کنه موشک می‌خوره تکش بهشون، بعد مجبور میشن هواپیما رو آوردن سالم، البته خدا رحمتش کنه ترابی رو، خدا نگه داره تیمسار احمدخانی رو، آوردن سالم وحدتی نشوندن، بعدم خب اون قسمتش تعمیر شد و برگشت اومد تو خط. اما ما به یه نتیجه رسیدیم که اگر ما بتونیم سرعتی بیش از 1.5 ماخ داشته باشیم، یعنی اینکه می‌بینیم ما اکثر مأموریت‌ها میگیم با 1.6 دهم وارد ماخ وارد منطقه می‌شدیم، اگه با سرعت 1.5 ماخ بریم بالاتر بریم، اینها نمیرسن، چون اون اپراتور 40 ثانیه وقت میخواد تا بتونه رو ما لارک کنه. بله، 40 ثانیه که باید میفته تو تیل ما، یعنی ما از رو موشک رد شدیم، حالا که بیفته تو تیل دیگه نمیرسه به ما، ما مافوق صوت دیگه به ما نمیرسه. خیلی راحت، یک مثلا در این هواپیما یه چراغی داره به نام AS Light در سیستم جنگ های الکترونیک، AS Light، Azimuth Sector Light، یعنی موقعی که دو تا آنتن رو هم دیگه به صورت به علاوه قرار بگیره و درست در وسط این به علاوه بتونه اپراتور لاک کنه رو علمان رو هواپیما لاک کنه. چراغی در کابین عقب روشن میشه به نام AS، Azimuth Sector، یعنی شما در Azimuth Sector هواپیما قرار داری، موشک دشمن داری، 100% بهت میخوره. آمریکایی‌ها به این چراغ میگفتن او شت لایت، بعد که دیدن او شت بپریم بیرون، ما بهش میگفتیم انا لله و انا الیه راجعون لایت، یعنی این چراغ روشن شد دیگه مردی، فرصت فقط داره خلبان که بپره. ولی به خدا قسم من خودم با همین تیمسار احمدخانی در یک پرواز 3 بار AS گرفتیم و 3 بارش خونسا کردیم و روشون گذاریم. بارها تو جبهه ما، چون میدونین از بالای چنانه وقتی از دشت عباس تا میرفتیم به خرمشهر میرسیم، 7 سایت سامدو فقط بود، 7 سایت بود قدم به قدم، هر کدومش مثلا 6 تا لانچر داشتن، 4 تا لانچر داشتن، یعنی 6 هفته 42 تا موشک آماده کرده بودن که بزنن به ما، موشک سامدو. ما اینا رو بعد خونسام که بینشون عبور میکردیم، این کار رو میکردیم، انجام میدادیم. خب اینا رو تاکتیک های خودمون اختراع کردیم. یا مثلا چطوری بگم، اینقدر عوامل دشمن و نیروی ستون پنجم در کشور زیاد بود که ما از ترسمون که لو نریم، از مهرآباد که بلند می شدیم می گفتیم به برج مهرآباد می گفتیم می خواهیم ما داریم می به طرف دلتابان تست، لو لول می رفتیم، از مهرآباد بلند می شدیم مثلا 100 پا گفتیم دلتابان تست، 100 پا مستقیم به طرف منطقه می رفتیم، رادار نمی گیری که 100 پا رو،
مستقیم میامدیم به طرف منطقه. هواپیمای تانکر هم اعلام میکرد ایرانی ایجا داری میره اهواز بشینه. خوبه؟ حالا که سالها گذشته بگیم دیگه. ما میرسیدیم، ایشون میرفت روی دریاچه ایزه، ما تا روی دریاچه ایزه 100 پا میرفتیم. اونجا سیف کلان میکردیم، افتر برنه کلان میچسبیدیم زیر تانکر. اصلا فرصت نمیکردن ما رو ببینن. یا میدیدن همون یه تانکره. حالا دیگه نمیتونستن ما رو سپریت کنن، جدا کنن، دو تا تارگت ببینن که بزنن. فکر میکردن ایرانی رو داره میاد. خیلی از این چیزهای دیگه. شاید گاهی چطوری بگم اصلا حالا دیگه این ولش کن. جاهایی میخواستیم بریم که لازم بود بچسبیم به یه هواپیمایی دیگه. خوبه؟ هواپیمایی که فرض کن لوفتانزا داریم. اینا چیزهایی بود که ما خودمون اختراع کردیم. ما خودمون فهمیدیم با این تاکتیک. حالا خیلی کارهای دیگر که الان اصلا من مجاز نیستم بگم. اینها خودشون درس میدن به بچه های شناسایی ما. ما اینا رو خودمون ابداع کردیم، اختراع کردیم.